ببین هر موقع لیبرال های ایرانی دیدید هر چی میخوان شما برعکسشو بخواین اینا یوهوی نگر سلبریتی ایرانی دختره اومده عکس احمد مسعود رو گذاشت آقا این کجاست من برم پیداش کنم شما ببخشید هستم چی؟ نه دیگه نه آمریکا کیو دوست داره آمریکا کیو دوست داره آره آمریکا کیو دوست داره, آره. کیو دوست داره اون مهمه آخه شما که تا دیروز توهین میکردید تو شوخیاتون و فلان این چیزا و مردم شریف افغانستان چی شد یه شبه شدید طرفدار افغانستان ها بریم بجنگیم یکیش بسم الله بجنگید پاسپورت ندارم یکیش گفت فلان گرفتید ما رو مال جنگیدن نیستید شما علنگوتون میشکنه شما خود به بجنگید چند جا رفتید جنگید اینجا دومش بشه جالب از اول انقلاب هر جنگ اینو میخواست وارد کنن جنگ ها اشتباه بوده آمریکا حمله کرد به صدام صد اینا آمدن فشار آوردن به رهبری که آقا ما باید با صدام صد ی... هنوز یه سال از جنگ خودمون تموم شده بود صدام صد پدر ما رو در آورده بود با صدام صد خالد ابن ولیده توبه کرد با هم یکی بشیم بریم با آمریکا به جنگ با رهبری جزر. بعدش چی سر ماجرای مزار شریف شورای عالی امنیت ملی مملکت کشوندن آقا ایران تانک آورد تو مرزهای شرقیش فیلمش هم ساختن دیگه آورد نیرو مستقر کرد که وارد جنگ بشه با افغانستان بازم رهبری وارد شد اجازه سر ماجرای سوریه که پای اسرائیل میگفتن نباید بریم به جنگی. یعنی مبنا ببین که آمریکا و اسرائیل چه میخوا بخ... <applause> چیز دیگه نیستش که اون مبناش آمریکا و اسرائیل تو خود آمریکا چی؟ یه دی به شدت محکم وایستادن که آمریکا این قدرتش رو از دست نده. اینا نشنالیستان، ملی گراهاشونن، ترامپ و این تیم اونورم چی گلوبالیستا میگن نه، کارخونه بره چین. ترامپ میگه نه، کارخونه تعطیل چه برگرد آمریکا. دیوار میکشم دو تا مملکتو بج... میکسیک و آمریکا مرزشون طولانیه. ببین تو نقشه. دیوار میکشم نه یعنی مهاجران نه اذیت یعنی. نکنن فلان نکنن کارگرای خود آمریکایی به مشکل نیفتن اونا هم اختلاف دارن با هم دیگه ما باید هنری نداشته اون اختلاف رو اونجا بالانس کنیم برنامه‌شون برای میانه آمریکا افغانستان میخواد تبدیل کنه به بلک هول یک چاه سیاه و جهنم سیاهی از کشت و کشتار برای کنترل ایران روسیه و چین ترامپ اشتباه رئیس جمهور شد چهار سالم نذاشتم بیشتر دوام بیاره دیدید معمولا در امریکا رئیس جمهور دو دوره این حمله رسانه ای شما شما فکر کن توییتر رئیس جمهور آمریکا رو ببنده فیسبوک ببنده خیلی حرفه ها رئیس جمهور اونجا خیلی قدرت داره ببنده برای چی؟ سی این چیکار چی کار میکرد؟ برای اینکه تو اشتباه بوده ببینید روسیه مرزهایش که سمت افغانستان و ایران و ترکمنستان و اینا اینا مسلمون هنفی هم هستن امدتا سالهاست به واسطه و ترکن سال به واسطه ترکیه اردوغان از نظر من صد در صد سهیونیسته تمام این عدایی که ای جان برای اسرائیل اینا همش فیلم بود دیدید با سفر رئیس اسرائیل لو رفت شک نکنید اینو مرحوم اربکان میگفت رهبر اسلام ها فیلمش از تو اینترنت سرچ کن میگفت آقا از این حمایت نکن این منافق عین ابر میگفت اردوغان اجرا کننده طرح نیومیدل است آمریکا در منطقه سایونیسم جان تو منطقه تجزیه خواهر میونه به کشور اردوغان یکی از لیدراس من در مسلمان بودن این آدم هم شک دارم شک دارم در مسلمان بودن این آدم اینا باید نسبش در بیاد اینا سالها یکی میرم گنده میکنن گنده میکنن این مگه ای نبود جلوی رئیس جمهور وقت اسرائیل وایستاد گفت شما کودکان رو میکشید و فلان مردم ترکی خیلی زده سعی نیستن زده شد. چه استقبالی ازش شد همین باعث شد رأی بیاره همین باعث شد تمام مخالفهاشو قل آقام کرد شد قدرت برتر اونجا که میتونیم کارشو میشه اردوغان اسرائیلیه نه امریکایی اینو نکته ظریفه چون ما همش امریکای اسرائیل یکی میبینیم اینطور نیست من یک جا سر اتفاقی در ایران افتاده به سر ماجور قتل های گوش کنید یعنی ما حرف زدیم دیگه علنی خیلی هم از این اطلاعاتی ایران ناراحت شدن دست من ما مجبوری مردم رو روشن کنیم سر قتل‌های زنجیره‌ای آمریکا اون سالها در دولت خاتمی دنبال ارتباط با ایران بود رابطه با ایران بود بیل کلینتون شوهر همین هیلاری کلینتون پالسای فرستاد مادرین آلبرایت وزیر امور خارجه دقت کنید منافقین و برد جزء گروه های تروریستی همین سازمان مجاهدین که بمبگذاری میکنه هنوزم مریم رجبی اینا و مسعود و اینا و بردشون تو گروه های تروریستی به اسرائیل فشار آوردن که شهرک نشینی دیگه شهرک سازی جدید نکنن یه سری پالسای این طرفی فرستاد که چی؟ که آقا روابط ایران و آمریکا از دشمنی و تنش خورده چی بشه؟ کمتاش بگه آقا با آمریکا نباشیم انگلیس باشیم آمریکایا دنبال ارتباط با ایرانن آمریکایا میگن ما در ارتباط با ایران میتونیم ایران رو هضم کنیم چون آمریکا از نظر فرهنگی فرهنگش مهاجمه تو دنیا هر جا رفته رو گرفته ببین کره شرقی ترین کشور ممکن درسته یا ته دنیاست دیگه ها فرهنگش چیه آمریکایی اینا هر جا رفته عبارتی که استفاده میکنن در مورد ایران میگن استراتژیستاشون میگن مثل تکواندو ما و ایران تکواندو رو دیدی وقتی به حمله میکنن میفتن نزدیک هم هم بغل میکنن محکم بغل میکنن که چه ولش نکنه به من لغت بزنه میگه راه کنترل ایران اینه که چی در آغوش من باشه سفارت خونه داشته باشم اونجا اسرائیل نگاهش چیه ایران و آمریکا نه رابطه داشته باشه برام های زنجیری که تو چه سالهای رخ داد که همون موقع بود که امریکا میخواست دوباره ارتباط برقرار کنه با ایران شروع کردن از طریق جاسوسایی که تو ایران داشتن شروع کردن آدم کشتن مثل آدم هم نمی شما مخالف سیاسی میخوای بکشی مثلا یه تصادف درست کن دیگه تیکه تیکه کردن دل روده طرف رو کشیدن بیرون رو پله ها و زنش رو سلاخی کردن که مثل بمب تو دنیا بترک چی شد تو آمریکا هزینه این ارتباط رفت بالا بعدش ادامه داشت بدم که چی شد کلینتون اون خانم مونیکا لوینسکی پیدا شد گویا ما با رئیس آمریکا ارتباط داشتیم و بله یه قلقلی هم بازی کردیم تموم شد فاتحه رو خوندن سهینوسته یعنی این پس بین اونا اختلافات هستیم که ما زیاد امریکایی ها اسرائیلی ها همشون این ها اشتباهه اشتباه. خام این تحلیل اشتباه واقعا اینها میخوان میخوان افغانستان رو این تبدیل کنه باید چی بشه؟ دقت کنید جریان تکفیری که توی قرب ایران و شرق مدیترانه شکل گرفت اون جریان تکفیری هلی میشن کامل بیان تو افغانستان پیاده این برنامه است برای که این اتفاق بیفته ببینید طالبان دوگمن داریم که شکی نیست اصلا معروف یه نفر مثلا به دوگماتیسم حرف بزنن ضرور مثلا میگن طالبان اینا از طالبان که شکی نیست ما هم که ارادتی به اینها نداریم من سخنرانی رسمن گفتم اینا جنایتکار میدونم و یک جای مستکبر برای چی؟ کسی که میگه آقا هر کی منو قبول نداره باید نمیدونم این کار بکنه اصلا استکباره اما هنفی دیوبندی با سلفی تکفیری فرق دارد اما نکته اینجاست در عراق ببین برادر من داشته باشید در عراق از هر ده داعشی که جلو شیعیان داشتن می‌جنگیدن از هر ده داشی. یکیشون خارجی بود نه شون عراقی بودن یکی جریانات بعثی عراق بود که اینا رو خوب سر خط کردن آوردن چون دولت های شیعه در عراق هیچ وقت نتونستن بعثی رو از بین ببرن همین الان که من دارم با شما حرف میزنم هفت و دشتات درصد مسئولین عراقی بعثی هنوز بعثی هن. یعنی بعثی شناسنامه دارن ها حتما وقت کردید در عراق چه میگذرد و از حقیر گوش کنید یه سخنرانی در عراق چه میگذرد که بفهمید در افغانستان چه خواهد گذشت برنامه سهنیستی برنامه امریکایی ها چطور باید بفهم هر کدوم اینا دنبال چه انگیزه یه این یعنی آدم بخواد به یه پروژه رو بگی چقدر قشنگ تر و تمیز سهنیست تو منطقه اجرا کردن من میگم پروژه جمهوری آزرباجان ببینید روسیه طرفدار ارمنستان اونجا از قدیم روسا طرف های رو داشتن اون ارتودکس شرقی از نظر مذهبی اینا ها هم مسلمون دور تا دور دیگه حامی اینا کیا بودن؟ روسا بودن چی شد؟ اینا چیکار کار کردن ها که حتی روسیه هم راضی شد به اینکه جمهور آزربایجان تو جنگ پیروز بشه یه در ارمنستان یه قربگرایی در ارمنستان و سرکار به پاشینیان از منتقدین پادگان نظامی روسیه در پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان بود حتی کار انتخاباتیش هم بود از اون پایگاه تا ایروان پیاده اومد این که رای ورد حالا اینا رفتن با روسا گفتن خب به نظرت این حالا چون این رئیس جمهور افغان ارمنستانه خوب نیست تنبیهی بشه بذار جمهور آذربایجان ببر این جنگو کمک نکن برمرست منافع و استادانه چیدن کنار هم دیگه. کاری که ما در مورد افغانستان با این واقعیت ها مواجهیم یک کشوری صد پارچه یک واقعیت پیچیده از اوضاع افغانستان همونطور که در مورد عراق مختصات خودش مثلا عراق ساختار عشیره ای داره دموکراسی تو عراق هیچ وقت جواب نخواهد داد برای همین آمریکا دموکراسی تو عراق اجرا کرد شما مثلا یک نفر در بغداد میشه نماینده مجلس خب یک نفر در بغداد میشه نماینده مجلس فکر با چند تا پای تختها. جمعیتش هم تقریبا نصف ایران فکر می‌کنم با چند تا در میشینه مانده مجلس عراق با 2000 خورده 2000 خورده نه 2000 خورده رای بیشترا نه کلا با 2000 کی بهش رای دادن کلا اشیراش وگه اشیراش جرأت دارن به کسی دیگه رای بدن نابودش میکنه آویزونش میکنن خب چی میشه این نماینده اشیراش تو مجلس عراق نه نماینده شیعه برای همینه میگه مقتد و صد یه قصه آقا حتی کار تو انتخاب مرجعیتشون هم داره میبینی اثر عشیره میگه مرحوم شهید رو بالا بوده خب آقا تو اشیره بابا مرده کی میشه جانشین و پسر دیگه یا <س 1970> برادر بزرگتر دیگه خب حالا همینو نمیبینید شما نمیبینید در خب این هست آدم نمیتونه کتمان بکن یعنی توی ساختار هرمی گوش کنید توی ساختاری که از نظر اجتماعی هرمیه شما یه ساختار فلت و صاف سیاسی بیاری امکان نداره اجرا باشه میشه همینی که هست عراق که درست خواهد شد هیچ وقت هم که این ساختار رو دارد. من اینجا می نویسم می میکنم تا ابدم روش باید میستم این مختصیات حالا افغانستان رو بیان من ببینم خب ما خواه بخواهیم یا نخواهیم با یه قومیت بسیار پشتون مواجه که سال حاکم از اوناست خواه بخواهیم خواه نخواهیم یک دو خواه بخواهیم خواه نخواهیم شیعه داریم سنی هنفی داریم عمده اینجوری تو دستبنده اینه دیگه خواه بخواهیم خواه نخواهیم سکولار داریم متدین داریم حالا اینا تو هم میپیچه ببینید هنفی امریکایی که امریکا قبول دارن با غربی جورن یه دیت مثلا تاجیکا بعد هنفی خدمت شما عرض بکنم متعبد آره یا طالبا خب احمد مسعود درگیر میشد هنفی با هنفی داشت می اونجا بس مبنو و حنفیت الزاما نبود آیا امکان دارد همون اتفاقی در عراق افتاد گوش کنید در عراق افتاد در افغانستان هم بیفتد یعنی سنی ها و خابی بشوند بله اگر افغانستان به هر طریقی به هم بریزد اینو بدونید این جنگ به سمت شیعه سنی خواهند برد وقتی در وهله اول من اولین بار چی شد دیگه مجبور شدم کنشگری کنم دیدم طالبا که شروع کردن جل پیش روی دولت تمام امریکایی اشرف که در این شک دیگه نیست اومده چی میخواد از می‌خواد میخواد بیاد با هم شما مبارزه کنیم باید. من توییت زدم باید. گفتم آقا خونتون هدر اینو نکنید دروغه اینا در میرن کلی به ما فوش دادن الحمدلله هم از افغانستان هم از ایران ایران لیبرالا فوش میدادن خیلی جالب بود لیبرالا شاکی شده بودن باشه اینا یه دونه شهید ندارن کلا لیبرال ایرانی بگردی یه دونه کشته ندارن میگه من که به ذهنم نمیرسه <وازید> <متصفح> خب <خش> به نمندگی از بقیه داره حلالیت میتره ما شبه قد گفتیم بودم ما همه رو حلال کردیم شما ما رو حلال کن نکته چی شد؟ گذر زمان چی نشون داد؟ جین فنگ فرار شکل فرار هم دیدید جوری دیگه اصلا نگاه خدا میخواستیم ثبت کنه چقدر عجیب غریب و بد و بد تا آمریکایی دوست داشتن اون صحنه دیده بشه ها اینا آویزون چرخ هواپیمایمان آمریکا خداست ما بریم اینا اینجوری اینجوری دنبال هم تمایل داشتن این اتفاق بفتن استاد رسانه مرحله دوم چی؟ حالا بیاید تو ایران کلی فشار از سمت لیبرال حالا بیاد با شیر بچه شیر در ری پنج شیر یکی بشیم بریم حالا باز دوباره به جنگ قفلی زدی رو جنگیدن فقط دیگه خب اصلا بریم به جنگیم برابرد میکنه هر کسی قبل جنگ دیگه قبل دعوا شما 20 نفر اومدن سمتتون یه نگاه میکنی برابرد میکنی یوی میذاری در میری یه 20 نفر هندی یه موقع اسم نه یه کلاشی دستته میگه خب 20 تا هر کدوم یه گوله هم 5 تا رو بذارم 15 تا دیگه در رفتن با این میسی می جنگی برآورد ما چیه برآورد اینه که شاینو قتل عام خوان شد و اونا همینو میخوان آقا از اونا هم کشته میشه بله از اونا هم کشته میشه چی به ما میرسه اصلا شما فکر کن اصلا همه اونا بمیرن چی به ما میرسه وقتی یا خدای نکرد درصد قابل توجهی و این کینه آره عمیق بشه و قومیتی بشه که تو افغانستان این مسئله قومیتی من پر تر دیدم تا مسئله مذهبی برداشت من به عنوان ناظر بیرونی اینه اینجا همون حرف اولم عرض اولم آورده این مطلب چیه؟ چی گیرمون میاد؟ چی از دست میدیم؟ اونی که از دست میدیم بیشتره از من میپرسید هشتاد بیست عقبه لوجستیک دارن شیعیان خیر عمده جمعیت شیعیان هم هزارستان تو اون کوها یک جزیره دور تا دور این بخش حراتی خورده به نزدیکه بقیه که دیگه اصل اون سواد اعظم جمعیت اونجاست چطور باید با اونا کمک بشه و فراموش نکنیم اردوغانی که با جنرال دوستم بسته و فقط شما در همین حد بدونید دیه که تو جریان اخیر ازبک های دور دیده در ادلب بسیار نقششون پر رنگ بود چند نفر هم دستگیر شدن تو ایران قبل عملیات و قبل این کارا یعنی برنامه ریزی بوده اینا در ادلب اون کسی که در مدرسه سید الشهدا بود چی بود در افغانستان بمبگذاری شد انتحاری زد. خیلی رو شهید کرد دو... مدرسه دخترونه بود اشتباهه سید الشهدا بود دیگر عامل انتحاری کجایی بود جان؟ میدونید کجای بوده چی بود بمبگذاری بود بمبگذاری بود اون یکی از اینا من یادم میاد اون, اون موقع پرسیدم از ترکیه اومده بود از ایران هم رد شده بود عامل اصلی از ایران هم رد شده بود یعنی قاچاقی از ترکیه بود از کجا ورده بودن از ادلب ترکیه با استان هاتای هاتای ترکیه و اسکندرون و ادلب راه داره اینقدر اینا سر کانال زنگزو که یک موقعیت کوچیک بین ما و ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست که میخوان حتما اونجا رو بگیرن شما که ایران رفت مانور انجام داد دیگه بشه نو سخنم که هم تو منم همه جان و پنم وطنم بشه نو سوزه سخنم که نواگر این چمنم همه وطنم وطنم همه با یک نام و نشان به تفاوت فرنگ و زبان منم با یک نام نشان به تقاوت رنگ و زبان سیبان شور از سر مستی من چه در آسمان ترکیه با استان هاتای هاتای ترکیه و اسکندرون و ادلب راه داره اینقدر اینا سر کانال زنگزور که یک موقعیت کوچیک بین ما و ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست که میخوان حتما اونجا رو بگیرن شما که ایران رفت مانور انجام داد دیگه گفت یعنی وارد بشی زدم که اونا ترسیدن عقب نشستن خب بحثشون چیه این را ارتباطشون کامل خواهد شد یعنی از ازبکستان اینها وصل میشن تا سوریه این طرف ترکمنستان این طرف جمهوری آذربایجان بین دریای مازندران اینجا کشتی اینجا خط دریاییه خودشون ها اینا طرحی که به اردوغان اجازه بده اجرا کن یعنی اینا دوره دیدن آموزش دیدن تمام این ها و تکفیری از اونجا انتقال بدن. تو جریان جنگ جمهوری آذربایجان با ارمنستان بین دو هزار تا پنج هزار تکفیری اومدن جنگیدن علیه ارمنستان فکر کنید چقدر جالبه مثلا جمهوری آذربایجان شیعه است مثلا دیگه ها کنارش کی داشته می همون کسی که اگینو بکشه میره بهش ببین این, این هنر صهیونیست این کار اسرائیلیه سردار سلیمانی نگاهش اینطور بود میگه آیا میشود دشمن رو در وحله اول تیزی دشمن رو گرفت در وحله دوم دشمن از دشمنی تبدیل بشه به روابط یا تنشی تنش تبدیل بشه به رقیبی ببین آرام آرام این عقل ایجاب میکنه اصلا بهش ما شیعیان یاد دادم یاد تو نبرد قرقیسی وارد نشو بهشون کنار نگاه کن و بیافتن به جون هم پدرشون در بیاد شما دید در ماجه اوکران هم این کار کردن انقدر آوردن یه آهوی رو جلو در قار خرس چرخوندن تعبیر بنده اینه چرخوندن چرخوندن آخرین خرسه حمله کرد و گیر افتاد دیگه چیکار کردن نقشه ها که پک تحریمی آماده بود انقدر ور رفتن با روسیه که تا آخرین کارو کرد و قطعا هم این کارو میکرد ببین برای هر همین تایوان هم تله چینی هست. برای هر کسی یه تله گذاشتن تله ایران افغانستان بود ببین هر موقع لیبرال های ایرانی دیدید هر چی میخوان شما برعکسشو رو بخواین خب اینا یوهوی نگرم سلبریتی ایرانی دختره اومده عکس احمد مسعود رو آقا این کجاست من برم پیداش کنم شما ببخشید چی؟ نه دیگه نه آمریکا کیو دوست داره آمریکا کیو دوست داره آره آمریکا کیو دوست داره اون مهمه آخه شما که تا دیروز توهین میکردید تو شوخیاتون و فلان این چیزا و مردم شریف و افغانستان چی شد یه شبه شدید طرف افغانستان آه؟ بریم به جنگ بسم الله برید به جنگ پاسپورت ندارم اون یکیش گفت فلان گرفتید ما رو مال جنگیدن نیستید شما علنگوتون میشکنه شما بخواید بجنگید چند جا رفتید جنگید اینجا جا دومش دو بشه جالب از اول انقلاب هر جنگ اینو با وارد کنن جنگ اشتباه بود آمریکا حمله کرد به صدام صد اینا آمدن فشار آوردن به رهبری که آقا ما باید با صدام صد ی... هنوز یه سال از جنگ خودمون تموم شده بود صدام صد پدر ما رو در آورده بود با صدام صد خالد ابن ولیده توبه کرد با هم یکی بشیم بریم با آمریکا به جنگیم با رهبری جزد بعدش چی سر ماجره مزار شریف شورای عالی امنیت ملی مملکت کشونن آقا ایران تانک آورد تو مرزهای شرقیش فیلمش هم ساختن دیگه آورد نیرو مستقر کرد که وارد جنگ بشه با افغانستان بازم رهبری وارد شد اجازه سر ماجرای سوریه که پای اسرائیل میگفتن نباید بریم بجنگی یعنی مبنا ببین که آمریکا اسرائیل چه بخ... چیز دیگه ای نیستش که اون مبناش آمریکا و اسرائیل